دوستان عزیز، همه ما با عدد و رقم و آمارسازی های سراپا دروغ رژیم در زمین های مختلف آشنا هستیم. الان میخواییم برنامه رو با یه مطلب طنز در مورد همین آمارسازی های رژیم از روزنامه حکومتی جهان صنعت شروع کنیم که با عنوان نمره 20 اینطور نوشته: بر اساس آمارهای منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است. می‌بینید این اقتصاد ایران را؟ بیرونش مردم دنیا را می‌کشد، داخلش ما را. ما که این داخلیم، دهانمان در حال آسفالت شدن دوبانده است از دست اقتصاد ایران. آن طرف هم در صندوق بین‌المللی پول از این گزارش ها کار می کنند. بعد به خودشان می گویند خوشبخت مردم ایران که در چنین اقتصادی زندگی می کنند. حالا اینش هیچی، با انتشار همین گزارش هاست که برخی مسئولان به خودشان می گویند بابا ما این همه اختلاس کردیم، هنوز اقتصاد 18 هستیم. یک مقدار دیگر اختلاس کنیم، نمره 20 را بگیریم. ما از اینها میترسیم. بله، معلومه که این حضرات در زمین اختلاس هنوز کمکاری دارن، وگرنه یعنی اقتصاد در رتبه بالاتری قرار داشت. اما ربط آشغال‌های رود کارون و ریش هم موضوع طنزیه که توجهتون رو به اون جلب میکنم. لبه کارون نچند بارون، بوی گند فاضلاب میاد از اون. نالایق ها تو این سال ها مبدل کردن اونو به آشغال دون. هر روز و هر شب یه ریز تو شهر ما، عصابای سمی تو شط میشه رها. عصابای مزارع شکرانه، بلای سد گتبند به جونه وی. این همه بی کفایتی مگه میشه؟ مگه تخصص و تعهد به ریشه؟ رود کارون میخواد درمون، به جنبین کارد رسیده به استخون. رود کارون میخواد درمون، به جنبین کارد رسیده به استخون. بله، توی نظام تعهد و تخصص ملاکش داشتن ریشه. ولی بعد اینجا اینم بگیم که در اومدن چنین صداهایی از توی خود رژیم و زیر سوال بردن اون چیزایی که در واقع ظواهر حکومت دیکتاتوری دینی در برابر تعهد و تخصص هست، ولو به زبون طنز، از نشانه های مرحله پایانی دیکتاتوری مسئله. اما بریم سراغ کاریکاتورهای امروزمون. دستمایه این کاریکاتور طنزی که میبینید، حرف اخیر خامنه‌ای که گفته هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند، که میبینیم ماشین نظام ولایت یه خط ترمز طولانی انداخته و میره که بیفته توی دره سرنگونی و راهی هم به جلو نداره، ولی خامنه‌ای در اومده این حرف رو میزنه، در حالی که اون کسی که هیچ غلطی نمیتونه بکنه خودشو سردار سرتشتکاش، که اینجا یکشو میبینیم که اینجا گرفته تخت خوابیده. همین موقعیت رژیم رو در برخورد با فضای مجازی یک کاریکاتوریست هلندی اینجوری تصویر کرده، کاریکاتوریستی به نام جوئبرت رامز که اسم تابلوشو گذاشته پایه‌های نظام، که تصویر جالبی هست که آخوند مستعصل از دست توییتر با هر حرکتی پایه‌های زندانی رو که خودش درست کرده و روی اون واسطه رو اره میکنه و از بین میبره. بله، با این تابلو به پایان نگاه امروزمون به رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید.